سلام، به کانال تلنگور خوش اومدین. در برنامه امروز از اولین فرزند بریتنی اسپیرز و سام اسخری بهتون میگیم که سخت شد. ممنون که امروز هم به ما سر زدین و وقتتون رو به ما اختصاص میدین. و باز هم ممنون از حمایت همیشگیتون که از طریق لایک، سابسکرایب و ارسال برای دوستاتون نسبت به ما دارین. حمایت شما باعث دلگرمی ما هست و کمک میکنه که هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم. یادآوری میکنم در صورتی که از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیریم. بارداری بریتنی اسپیرز به سخت ختم شد. این سلبریتی یک ماه پس از افشای خبر بارداری چندی پیش اعلامیه ناراحت کننده ای رو منتشر کرد که در اون نوشته بود کودک معجزه‌گر خود رو از دست داده. اما قول داده به تلاش برای گسترش خانواده زیبای خودش ادامه بده. این خواننده 40 ساله آمریکایی که ماه گذشته اعلام کرده بود او و نامزدش سام اسخری در انتظار اولین فرزند مشترکشون هستند، به تازگی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خودش این خبر غم‌انگیز رو منتشر کرد. در این پیام اومده با عمیق‌ترین اندوه خود باید اعلام کنیم که کودک معجزه‌گر خود رو در اوایل بارداری از دست دادیم. این دوران یه دوران ویرانگر برای هر پدر و مادری هست. شاید باید بیشتر منتظر می‌ماندیم تا خبر خوب باردار شدنمون رو اعلام کنیم. اما برای به اشتراک گذاشتن این خبر بسیار هیجان زده بودیم. این زوج گفتند که به تلاش خودشون برای داشتن فرزند دیگه ای ادامه میدن. بریتنی در ادامه گفت عشق ما به یکدیگر قدرت ماست. ما به تلاش برای گسترش خانواده زیبای خودمون ادامه میدیم. از همه حمایت‌های شما سپاسگزاریم. از شما درخواست میکنیم در این لحظه دشوار حرف خصوصی ما رو حفظ کنید. این پیام توسط بریتنی و نامزدش امضا شد. او در توضیح این پست نوشت ما برای اونچه در روند گسترش خانواده زیبای خود داریم سپاسگزاریم. از حمایت شما متشکرم. سام اسخری که این بیانیه رو در حساب کاربری خودش منتشر کرد در مورد پست بریتنی اظهار داشت به زودی معجزه خواهیم داشت. ایموجی قلب قرمز. بریتنی ماه گذشته در حساب اینستاگرامش از بارداری خودش خبر داد. او در حال حاضر دو فرزند از ازدواج قبلی خودش با کوین فدرلاین داره. دو پسر به نام جیدن که 15 سالشه و شان که 16 سالشه. این خواننده در چند هفته گذشته در حساب اینستاگرام خودش هواداران خودش رو نسبت به اتفاق بارداریش بروز کرده. او در پست اخیر خودش در مورد تغییرات خلق و خوی خود و هوس‌های غذایی صحبت کرد. وقتی باردار میشم، هورمون‌های من تا حدی احمقانه رفتار میکنن. اما عجیبه که میخوام از ماشین بیرون بپرم و مانند ویل در اولد اسکول برهنه بدوم. بله، خانم حامله‌ای که در حال دویدن هست. به من اهمیت ندین. فکر میکردم پیتزا عالی به نظر میرسه. اما طعم اون شبیه سالامی هست. من از اون متنفر بودم، اما ظاهرش میتونه فریبنده باشه و طعمش شبیه مدفوع بود. شب بخیر. وقتی ترشی خوردنه. سام ابتدا با بریتنی اسپیرز در اکتبر سال 2016 ملاقات کرد، زمانی که اونها در ویدئوی اسلامبر پارتی بریتنی کار کردن و خیلی زود با هم قرار گذاشتن. اونها در سپتامبر 2021 نامزد کردن. سال گذشته بریتنی ادعا کرد که در دورانی که تحت مراقبت و نظارت 13 ساله خود و قیومیت پدرش بود که نوامبر گذشته به پایان رسید مجبور به کنترل بارداریش با دستگاه آیودی بود. این خواننده پرطرفدار 6 ساله که با سام اسخری رابطه عاشقانه داره. رابطه‌ای که چند ماه پیش با پیشنهاد ازدواج از طرف سام به نامزدی ختم شد. بریتنی اسپیرز ستاره پاپ 40 ساله خبر خوشحال کننده بارداریش رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و اعلام کرد که فرزند سوم خودش رو بارداره. او پیشنهاد همسرش سام
بعد از سفر به ماوی تست بارداری انجام داد. ماجرای پیشنهاد ازدواج و باردار شدن بریتنی پس از اون رخ میده که سرانجام در ماه نوامبر 2021 پس از 13 سال قیومیت یا سرپرستی پدرش به پایان رسید. وضعیتی که او رو از داشتن فرزند دیگه یا ازدواج با سام منع کرده بود. بریتنی مادر دو پسر به نامهای شان 16 ساله و جیدن 15 ساله از همسر سابقش کوین فدرلاین هست. او چندی پیش با به اشتراک گذاشتن این خبر در اینستاگرام فاش کرد که پس از سفر به ماوی حسابی از اضافه وزنش گیج شده. به همین دلیل شریک زندگیش پیشنهاد داد که تست بارداری انجام بده چون ممکنه باردار باشه. سام اسخری در پست اینستاگرامی خودش اینطور نوشته بود: ازدواج و فرزند بخش طبیعی از پیوند مستحکمی هست که مملو از عشق و احترامه. پدر شدن چیزی هست که همیشه به فکرش بودم و هرگز نسبت به اون بی اهمیت نبودم. این مهمترین کاری هست که انجام خواهم داد. بریتنی هم در پستی نوشته بود: من خیلی وزن کم کردم که به سفر ماوی برم. فقط برای اینکه دوباره اضافه وزن بگیرم. فکر کردم وای چه اتفاقی برای شکم من افتاده. یه آزمایش بارداری دادم. و خب من دارم بچه دار میشم. 4 روز بعد کمی غذای بیشتری خوردم. و دیدم بارداریم در حال رشده. سخته چون زمانی که باردار بودم افسردگی پریناتال داشتم. باید بگم که کاملا وحشتناک بود. زنان در اون زمان در مورد اون صحبت نمی کردن. برخی از مردم اون رو خطرناک می دونستن که زنی با یه کودک در شکمش اینجور شکایت کنه. اما اکنون زنان هر روز در مورد اون صحبت می کنن. ممنون عیسی، ما مجبور نیستیم اون درد رو به عنوان یه راز محفوظ نگه داریم. این بار من هر روز یوگا انجام میدم. شادی و عشق زیادی رو پخش میکنم. بعد از این ماجراها و به روز کردن اطلاعات بریتنی در مورد فرزندش، متاسفانه خبر سقط این جنین هم پخش شد. و بریتنی و سام اولین فرزند مشترک خودشون رو از دست دادن. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودید. امیدوارم لذت کافی رو برده باشین. نظرتون رو بنویسین، لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم بتونید بهمون سر بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.